سلام و عرض ادب و درود خدمت همه شما دوستای گل، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ویدیوهای بسیار مهم. میتونید ویدیوهای دیگه چنل رو هم چک بکنید که انشالله اگه به نکته‌ای برخوردید یا سوالی داشتید حتما بپرسید. خب بریم سراغ خبر تاییدیه سوابق تحصیلی و یه سری خبرهای دیگه که تازه اومده روی کار و به گوش من رسیده و پیگیری کردم دیدم بله موارد درست هسته. چون وقتی یه خبری پخش میشه قاعدتا نباید بیای سریع خبر رو پوشش بدی، چون ممکنه خبر اشتباه باشه. به خاطر همون ما مجبوریم که هم در سریع ترین حالت ممکن پیگیری رو انجام بدیم، هم ویدیوشو براتون به صورت کلی ضبط کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که سوابق تحصیلی که ما منتظرش بودیم و خیلی از بچه‌ها مشکل داشتن، گفتیم دیگه تمدید نمیشه، در وهله اول تمدید شده و بچه‌ها میتونن وایسید. کلی خبر داریم فقط در رابطه با تاییدیه نیستش و همه خبرهای جدیدن و تاییدیه سوابق تحصیلی تا سه‌شنبه 16 مرداد ماه تمدید شد. حالا وایسید، یه نکته‌ای که داره اینه که اولا توی خبرگزاری تسنیم منتشر شده این خبر و همه باید در واقع تاییدیه سوابق تحصیلی رو انجام بدن، درسته؟ چه دوازدهمی هستی چه پشت کنکوری هستی، کلن کسی که امسال میخواد بدون کنکور با کنکور هر آنچه که هست امسال بره دانشگاه باید تاییدیه سوابق رو انجام بده. نکته دیگه که از اینه که اگر قبلا تاییدیه سوابق رو انجام دادی و کد رو گرفتی دیگه نیازی نیست برید و در واقع انجام بدید این تاییدیه سوابق تحصیلی رو. ولی خب پیشنهاد من اینه که چون قبلا یه مقدار باگ و مشکل برای سایت به وجود اومده، اگه برای بار دوم یعنی توی مثلا این چند روزه انجام ندادید حتما برید انجام بدید. این از این نکته‌ای که در واقع خدمتتون گفتم. نکته بعدی که وجود داره اینه که شما وقتی بخواید پرداختیتون رو انجام بدید برای بار دوم دیگه نیازی نیستش، یعنی بار اول که انجام دادید کافیه. اگرم بار دوم انجام دادید بازم هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. اوکی بریم سراغ خبر بعدی. و خبر بعدیش باز در رابطه با همین تاییدیه سوابق تحصیلیمون، تا این وسط در رابطه با نتایج بگم که نتایج اولیه نوبت دوم کنکور سراسری سال 1403 به صورت نمره‌های خام و نمره‌های کل کنکور در هفته آخر مرداد ما اعلام خواهد شد. همونطور که گفتم و خیلی از بچه‌ها پرسیده بودن، آخر مرداد ما یعنی از 20 به بعد تقریبا نتایج و همه موارد میاد و احتمالاً 1 تا 7 شهریور ما هم انتخاب رشته بچه‌ها هستش. یه نکته این وسط بهتون بگم، اگه تا اینجا نگاه کردی دمت گرم، یه 20 ثانیه اینو گوش کن. اگر میدونی خطا کردی تو کنکور، اشتباه کردی، کم خوندی، کم مطالعه داشتی، شک داری بین خوندن نخوندن، هدفتو نمیدونی میرسی نمیرسی، بررسی کردی دیدی که ممکنه درصد و رتبت پایین باشه، بشین از الان برای 404 بخون، نذاریش برای آبان ماه که پشیمون بشی به خاطر زمان کمی که هست. الان همین دیروز چندین نفر اومده بودن ثبت نام مشاوره فقط در یک تایم خاص که همشون هم با هم دوست بودن و همشون با هم میخواستن مطالعه داشته باشن، گفتن آقا اگه ما از طرز فکرشون خیلی خوشم اومد، اگر ما تا الان قبول شدیم 2 بعد تموم شد، ضرر که نکردیم، داریم میخونیم دیگه، اگر قبول نشدیم حداقل 2 از قبل شروع کردیم برای مطالعه. نصفشون زبان میخواستن، نصفشون تجربی میخواستن. پس بهتون دوستانه، صادقانه، رفیقانه بهتون میگم، برادرانه بهتون میگم، اگر فکر میکنید 1% ممکنه کنکور رو خراب بکنید و نتیجه اون چیزی نشه که میخواید، بشینید برای کنکور بخونید، اونم چون 404 عوض کرده حتما مشاوره بگیرید، نه اصلا از من، برید از هر کسی که خواستید، فقط حتما مشاوره بگیرید. من میگم یک گروه 7 از دوستان اومده بودن دیروز ثبت نام کرده بودن، نصف تجربی نصف زبان و به قول معروف کار رو درآورده بودن برای خودشون. پس بهتون 100% میگم که این رو ملکه ذهنتون کنید که خدایی نکرده بعداً ضرر نکنید. چرا؟ چون الان نتیجه بیاد 1,000,000 دانش آموز کنکوری داریم،
30,000-40,000 نفرشون ممکنه برن دانشگاه. بقیه شاید فکر کنن قبولن ولی میمونن پشت کنکور. نزار زمان از دستت بره. قبول شدی؟ بسم الله میری، همه خوشحال میشن، تو خوشحال میشی، ما خوشحال میشیم. قبول نشدی، خوشحال باید باشی از اینکه از 2 ماه پیش شروع کردی. این از من به شما نصیحت که اگر خواستید خودم شخصا مشاوره شما رو به عهده میگیرم و نه بچه های تیم، که میتونید به آیدی تلگرامی که اینجا هست یا توی دیسکریپشن هستش پیام بزنید. خب بچه ها، نمراتم میاد و انتخاب رشتم توی شهریور ما انجام میشه که باید این مورد رو بدونید، چون براتون توی نوت لپتاپ نوشتمش که به قول معروف اوکی باشه اینجا، که دیگه مشکلی برای شما به وجود نیاد. خب بریم سراغ مورد بعدی و نکته بعدی. خب در رابطه با یکی از ایراداتی که در واقع بچه ها همین امروز هم اتفاقا بهش برخورده بودن، اینه که قبلا پرداختی انجام داده بودن و الان باز پرداختی ازشون میخواد و وقتی میخوان پرداخت بکنن لینکی وجود نداره. ولی بدونید قبل از پرداختی بهتون کد پیگیری میده، یعنی تا مرحله 2 بیشتر فکر نکنم پیش بره، یعنی به مرحله چاپ برسید و تایید نمیرسید، یا اگه برسید چاپ نمیکنه. به خاطر همون این مشکلی نیستش و همین که کد رهگیری رو دریافت بکنید کافیه. و اگرم قبلا پرداختی انجام ندادید، احتمالاً این بار توی این بروز رسانی که انجام شد بتونید انجام بدید. و یادتونم نره که اگر پرداختی رو برای بار دوم انجام بدید، دیگه خب طبیعتاً هزینه برای شما برگشت نمیخوره. و بذارید ببینم دیگه بچه ها چیز دیگه نمود که براتون توضیحش بدم. نه، مراقب خودتون باشید و یادتون هم نره که قرار از امروز دانشگاه‌های استان‌های مختلف رو بررسی بکنیم که توی چنل تلگرام وایسش رو قرار میدیم. مراقب خودتون باشید. یا علی.